بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه 15 ماه مارس سال 2017 میلادی و برابر است با 25 اسفند ماه 1395. باید کم کم عادت کنیم بگیم 1396، چون از هفته آینده دوشنبه سال جدید میشه و سال 1396 یا سال 7000 خورده یا سال 5000 خورده کلیمیا یا سال 3000 خورده زرتشتیا یا سال 2000 خورده دوستان شاهنشاهی. و اما ببینیم که امروز چه خبر است. خبر مهم در این منطقه برف و یخبندانی هست که همه فکر کردن زمستان تموم شده و لباسای زمستونی رو برداشتن، پاروی برف روبی رو برداشتن، ولی تمام نشده بود. اجازه بدین ما بیایم در این صفحه مردم تیوی یا در صفحه سوربی، حقیقتا صفحه شخصی خودم، و این صفحه رو با شما دوستان هم به اصطلاح شیر کنیم که روی مردم تیوی احیانا ما رو میبینید. از بس تقسیممون کردن دیگه خودمون نمیدونیم کجا هستیم، با کی حرف میزنیم، جواب کیو داریم میدیم. گاهی وقتا برای این یکی جواب اون یکی میفرسیم و الی آخر. من امروز بعد از 2 روز ایمیلی رو از آقای مصطفی زاده دریافت کردم که ایشون 2 روز پیش فرستاده. البته ما هم چون یه بار با دستگاه تلفن ایمیلمون رو میخونیم، یه بار با آیپد میخونیم، یه بار با کامپیوتر میخونیم، این بیچاره ها هم گم میشن این ور ور. در صورت ایشون لطف کرده بود و نوشته بود که دوستان بهش گفتن خوب آقا شما دوستانی دارید که همینجوری ما رو نگاه میکنن، مواظبان ما از شما خدای نکرده بدی نگیم و هر وقت برنامه داریم به شما خبر میدن. قدر این دوستان رو بدونید. شیر آن پیج یو منیج، منظورش مردم تیویه. منم اینجا با اجازه شما، این با اجازه شما یعنی چی؟ تعارف بی خودیه. با اجازه شما، حالا شما اجازه ندید من نمی نویسم، من دارم می نویسم. 15 مارچ 2017 کجا هستیم؟ USA. زیرش هم می نویسیم مردم tv.com. و یادتون باشه دوستان، این برنامه های فیسبوک رو من فقط به خاطر گل روی اون دوستانی که میخوان برنامه رو زنده ببینن و از تلویزیون مردم، از مردم tv.com نمیتونن ببینن، روی فیسبوک میذارم بلا فاصله. یعنی بلا فاصله که نه، بعد از این که برنامه امروز رو گذاشتیم روی یوتیوب، لینکش حاضر شد، اون لینک رو که میذارم این برنامه ها رو ور میدارم. دلیلش هم خیلی ساده است، میخوایم شما ما رو از جای ببینین که اقلا هر یه تماشای 2 سنت، 1 سنت، نه 2 میلیون، 3 میلیون گیر تلویزیون مردم میاد. اینی که بعضی وقتا دوستان میگن آقا شما هم دیکتاتور شدید، نمیدونم کامنت منو پاک کردی. بنده کامنت هیچ کسی رو پاک نمیکنم. چرا؟ منتظر هستم که فیسبوک عوض کنه روشش رو و ما این کامنت گذاشتن رو که هنوز بلد نیستیم اصلا قطعش کنیم. هر کسی خواست درباره یه چیزی بنویسه مینویسه، من که مسئول اینجا هستم میذارمش اونجا. نه اینکه ما میام میگیم فردا نمیدونم بابای شما فوت کرده، اون یکی دیگه میاد مینویسه خب حالا که بابای این فوت کرده چطور بابای من بره بشه شوهر مادرمون. آقا خجالت هم خوب چیزیه. نه فقط هم آدم های معمولی این کارو میکنن، اونایی هم که ادعای نویسندگی دارن اینها همین کارو انجام میدن. خب و اما گفتم بهتون که 15 ماه مارس هست و 19 ما اینجا یه جشنی رو آقای آرمان شهبازی را انداخته، 2 تا خواننده خوب و یه گروه رقص هم اونجان و شام هم اونجاست، بنده هم اونجا خواهم بود، امیدوارم شماها هم باشید. اونو بهتون نشون میدم. ولی به قول آمریکایی‌ها first thing first. اجازه بدید من از دوستی تشکر کنم که هر وقت کمک کرده، کمکهاش
حسابی بوده. نمیخوام بگیم اونایی که خدای نکرده که 10 دلار رو 15 دلار و 30 دلار میدن ناحسابیه، ولی این دیگه یه بار آدم بلند میشه با ماشین میره نمیدونم سی وی اس یا میره مانیگرام پول میگیره حداقل 150 دلار، ولی این بار 150 دلار و یه سنت فرستاده بود. میدونم وقتی که اینها پول رو از یک واحد پولی دیگه میخوان تبدیل کنن بعضی وقتا یکم بالا و پایین میشه، ولی یادم میاد وقتی من با آقای بهرام بهمن احمدیان کار میکردم توی این تلویزیون و اینها، ایشون هر وقت قرار بود یه مبلغی رو بفرسته، مثلا اگه قرار بود 100 دلار بفرسته برای این هفته 100 دلار و 1 سنت میفرستاد، هفته آینده 100 دلار و 2 سنت میفرستاد. یه دفعه پرسیدم این کار شما برای من جالبه، چون این تو کشورهای مختلف میگیم اکسچنج ریت یا تغییر پول، مثلا از نمیدونم درهم، دینار، یورو، فرانک که حالا دیگه نیست، پوند، اینها قابل قبوله، ولی این کاری که شما میکنی چرا؟ برام توضیح داد، توضیحشم خیلی قانع کننده بود. گفت ببینید وقتی من با شما کار میکنم توی سال 52 تا پیمنت میفرستم، 52 تا به اصطلاح حساب به حسابت واریز میکنم، اگه یه وقتی اشکالی پیش بیاد من به شما میگم برو بگرد دنبال مثلا 100 دلار و 43 سنت. این هم از لحاظ تاریخ جداست هم از لحاظ مبلغ، با وجودی که همش تا آخر سال ممکنه 50 سنت هم بالا پایین نشه، ولی همین 1 سنت 2 سنت و اینها کار رو راحت تر میکنه. الحمدلله با ایشون هیچ وقت ما مشکل حسابی نداشتیم و قرار بود بره هندوستان یک دارویی رو که کشف کرده بود به ثبت برسونه و تولید کنه و اینها، بعد دیگه هیچ خبری ازش ندارم، نمیدونم تو تلویزیونای دیگه هم هست یا نه. حالا انشالله امیدوارم ایام عید این دفتر تلفنم رو بردارم و به دوستان قدیمی که یه جورای اونها مقصرن ما توی این کار موندیم هم سال نو رو تبریک بگم، هم بهشون بگم که به قول آقای شهرام همایون ما هستیم. دوستان از من میپرسن از شهرام همایون چه خبر، گفتم والله خبری ندارم، مگه چیه؟ گفتن ایشون مریضه و به بیمارستان رفته. گفتیم خب امیدواریم که حالش خوب بشه، شفا پیدا کنه بیاد، چون بعض وقتا فکر نکنید ما اگر با این دوستان یه مقداری هم مخالف هستیم دشمن که نیستیم، تازه حالا اگه این مخالفین نباشن ما بیایم اینجا راجع به چی صحبت کنیم؟ مثل اون تلویزیون‌های دیگه بیان راجع به چیزایی که خودمون دوست داریم صحبت کنیم. شما میگید بابا اینی که ما 100 بار شنیدیم، ولی این مخالفایی که باشن اینها مثل ادویه و چیه خوراک میمونن، خوراک که برنامه ما باشه با مزه میکنن. بازم از اون دوستی که 150 دلار و 1 سنت فرستاده ممنونم و امیدوارم که دوستان دیگه هم ایام عید هم بابت ماهیانه خودشون رو مقید کنن که به اصطلاح حمایت کنن. بسیار ممنون و متشکرم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با خانم شعله شمس شهباز، میدونید که تو ایران وقتی ازدواج میکردن خانم ها فامیلشون عوض نمیشد، همونی که بود. توی اروپا و اینها که تازه فکر کنن خیلی پیشرفته هستن، وقتی خانم ها ازدواج میکنن فامیلشون عوض میشه، انگار که مثلا اون مرده صاحب این خانم، فامیلش میاد رو این و اینها بماند. ولی یه روشی که الان چندین سال هست نسبتا جدیده اینه که خانم فامیل خودش رو نگه میداره به عنوان اسم به اصطلاح وسطی میشه، بعد فامیل همسرش رو به عنوان پسوند. همسر ایشون آقای حسن شهباز بودن. من متاسفانه افتخار آشنایی از نزدیک یا صحبت با ایشون رو نداشتم، ولی دورا دور این فصلنامه رهاورد و اینها رو با هم همینجوری گاه گاهی هم با ایمیل و اینها در تماس بودیم و مقالایی هم که مینویسن اینا میخونم، بعضی هاش مخالفم، مثلا اون مقالهی که راجبه جشنهای 2500 ساله اون آقای انصاری، نه پروفسور انصاری، نه آقای مسعود، نه احمد علی مسعود انصاری، یه انصاری دیگه است، ماشاءالله انصاری زیاد اون آوردن و صحبت نوشته بود و اینها. خب نویسنده که تقصیر نداره، ولی من فکر میکنم اون آقا رو باید زیر سوال میبردن که آقا چرا جشن 2500 ساله؟ ما یا 7000 سال تاریخ ایران داریم یا 10000 سال تاریخی داریم. اگه جشن تولد کوروش بوده
چرا می‌نویسید جشن 2500 ساله پادشاهی ایران؟ می‌نویسید جشن تولد کوروش، مثل آمریکایی‌ها که مسیح رو جشن می‌گیرن، واشنگتن رو جشن می‌گیرن، هر چیزی. این نشون میده اصلا مملکت ما بیدر و پیکر بوده، نظم و ترتیب نداشته. وقتی که قرار شد من براتون 1001 مثل رو بخونم، وقتی که حالا براتون کتاب مأموریتی برای وطنم رو هم گذاشتم، بریم صفحه 42 این کتاب 1001 مثل، میگه اگر به هر سر مویت دو سر هنر باشد، هنر به کار نیاید چو بخت بد باشد. اگر بیل زنی باغچه خودت رو بیل بزن، اگر پیش همه روسیا هم پیش دوز روسفیدم، اگر تنگ دستی مرو پیش یار، وگر سیم داری بیا و بیار. خب اینم خانم سیمین حبیبیان این کتاب سالها پیش تألیف کرده و نوشته و اینها، و باید یک مصاحبه هم با ایشون داشته باشه. و اما از مملکت بیدر و پیکر براتون بگم، از آدمای کم سواد نادان که اتفاقا اونا فکر میکنن از همه هم بیشتر میدن، بیشتر میدونن. اجازه بدیم با شاهنشاه آریامهر شروع کنیم، بعدم به این شیخ و آخوندکا برسیم. اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، مأموریت برای وطنم، قول میدم خیلی از شما ها مثل من نمیدونستید چرا اسم این کتاب مأموریت برای وطنم هست. چه کسی به شاه مأموریت داده بوده؟ آقای شاه باور داشته که با خدا صحبت میکنه و خدا بهش مأموریت داده بوده. میدونید که میگن هر کسی میتونه با خدا صحبت کنه، ولی هر کسی آمد گفت خدا با من صحبت میکنه، اون دیوونه است. این آقا خودش یه جایی گفته بوده که صفحه 275، دیکتاتورهای کمونیست از نظر علاقه‌ای که به انتخاب دارن، بذارید براتون عکسش گرفتم اینجا نشون بدم، صفحش هم گفتم، کتابش هم گفتم، دیگه از این بهتر نمیشه. و ببینید که اون کسی، میدونید شما وقتی یک کتابی رو می‌نویسید، یه نفر میاد اینو ادیت میکنه، ویراستاری میگن، چی میگن؟ بذارید ببینم این صفحه رو میتونم پیدا کنم، یه جایی نوشته بودم شاه صفحه 275، و اینقدر چیزی یاد داریم که نمیدونیم چه کار کنیم. اینم ماجرای ما و این چیزهایی که هی نگه میداریم. بله شاه اینجا پیدا شد، select area، من براتون اینجایی که مهمتره نشون میدم، این صفحه و اینها روی کامرای 3. خب با من باشید تا براتون بخونم. ببینید این کسی که خودش میاد ایران رو تک حزبی میکنه، حزب رستاخیز میذاره، کسی که میاد میگه هر کی نمیخواد پاسپورتش رو بگیره بره. ببینید قبلا احتمالاً تو این کتاب چی گفته یا براش چی نوشته بودن. صفحه 275 وسط صفحه میگه که دیکتاتورهای کمونیست، چه وحشتی داشته این از کمونیست، دیکتاتورهای کمونیست از نظر علاقه‌ای که به انتخابات دارند به فاشیست ها شبیه هستند و امید آنها این است که به مزدوران عادی تلقین کنند که در اداره امور کشور سهیم هستند و سخنانشان تأثیری دارد، در صورتی که تنها به یک حزب سیاسی اجازه وجود میدهند. حالا ربطش بدین، یعنی هر کسی میگه یک حزب سیاسی میشه دیکتاتور، اونم میشه دیکتاتورهای کمونیست، یا اجازه وجود میدن و هر کس بخواهد حزب دیگری تأسیس کند یا برخلاف حزبی که بر سر کار است سخنی بگوید، به احتمال قریب به یقین دچار تصفیه و اضمحلال خواهد شد. کتاب مأموریت برای وطنم، این کتاب رو دوستی لطف کرد و به تلویزیون مردم داد، شما هم اگه میخواید میتونید این رو از ما بخرید. قیمتش اینجا نوشته 28 دلار، ولی ما چون گران فروش هستیم 50 دلار بدید براتون دوتا کتاب میفرستیم، پستش میکنیم. اگر آدرستون آمریکا باشه، اگه کانادا و اینها باشه 50 دلار یا 40 دلار به اضافه مخارج پستش، چون برای کانادا چیز قبول نمیکنه، به اصطلاح نمیشه بگی این کتابه، این نواره. میدونید که نرخ مدیا فرق میکنه،
شما برای بچت که دانشگاه هست وقتی میخواد کتاب بفرسی نرخش فرق میکنه. یه کسی که میخواد ویدیو بفرسته، DVD بفرسته، نرخش ارزونتر. بل میگه که سلام، ممنون از ارسال هر دو ایمیل. سوربی جان، من بعد از ارسال توضیحات برای شما برنامه شما را پیدا کردم و همه آن را دیدم. ضمن تشکر مجدد از شما، از آقای چمنارا و ببو هم ممنونم و از همکنون نوروز را به شما تبریک میگویم و در تمام اوقات سلامت و شادکامی برای شما آرزو دارم. مصطفی زاده. آقا تماشاچی ها رو یادتون رفته. در اصل وقتی میگن شما، منظورشون من نیستم، چون ایشون به من میگه تو، میاد برادر کوچیکم. وقتی میگن شما، منظورشون شما هم هستیم، ما هم آقای مصطفی زاده. از طرف خودمون بینندگان به شما سال نو رو تبریک میگیم پیشاپیش و امیدوارم سال خوبی در انتظار همه ما باشد. و اما خب خانم شعله شمس قرار هست که با اسکایپ با من تماس بگیرن. این تغییر ساعت، اولا قرارمون دوشنبه بود، یادتونه دوشنبه گفتم به خاطر تغییر ساعت یه مهمانی داشتم، بهش گفتم چون روز اول هست بذاریم چهارشنبه تا مردم بخوان بگن ساعت جدید ساعت قدیم، جا افتادیم و ایشون هم قرار شد از طریق اسکایپ، ولی من وقتی که اون اسم و فامیلی رو فرستادم براشون ریکوست فرستادم یا تقاضای که این که روی اسکایپ باشیم، هنوز جوابی نگرفتم و تا 44 دقیقه دیگه صبر میکنیم. امیدوارم که ایشون بیان و با ما تماس بگیرن، اگر نه که میذاریم روز جمعه. ولی جمعه ممکن آقای احمدعلی مسعود انصاری رو داشته باشم. آقای احمدعلی مسعود انصاری امروز تماس گرفت و گفت حالم بهتر شده ولی دوباره این سرما و یخبندون آمده، یک کمی باید مطمئن بشم خوب هستم تا بیام. گفتم خب ما هستیم اینجا، شما اگه خوب شدی جمعه بیا، اگه نشدی سال آینده بیا، چون جمعه که بگذره دیگه هر برنامه ما اجرا کنیم سال آینده است و میشه سال 1396. ماجرای مدیر مدرسه دخترانه و ماتیک روی آینه و مستخدم مدرسه، یه ویدیوی رو برای من فرستادن، چون مال یوتیوبه یه مقداری به قول امریکایی‌ها هزیتیت میکنم که نشون بدم، چون بعد هی یوتیوب اذیت میکنه و اینها، هی باید نامه نگاری کنیم دیگه، کسی هم حوصله نامه نگاری نداره. این ویدیو نشون میده که مستخدم مدرسه دخترها آمده در اتاق رئیس نشسته، در اتاق مدیر مدرسه، و شکایت میکنه، میگه این دخترها وقتی میرن آرایش میکنن اونجا، حالا یا برای بازی یا برای اذیت کردن، این آینه رو هی بوس میکنن و این چیزای به اصطلاح رنگای ماتیکشون و اینا میمونه. رنگ ماتیک هم که دیگه میدونید، هی این روزا تبلیغ میکنن که این ماتیکی که میزنی نه بارون نه بوسه نه برف از بین نمیبره، یعنی این رنگ ماشینه مثلا. خلاصه مدیره هم یک خانم، میدونید تمام فکر کنم مدیرای مدرسه آمریکا دکتره، برخلاف مدرسه ایران که طرف کلاس نهم داشته بعد آمده شده معلم، بعد همینجوری وایساده شده ناظم، بعدم حالا شده مدیر، اینجا دکتره و رشتهشون هم باید همین رشته آموزش پرورش و اینها باشه. خلاصه خانمه هم و تمام مدرسه اینجا بهش میگن PA، نمیدونم PA چی میشه، Private Announcement، یه میکروفونه که ور میداره تو تمام مدرسه صحبت میکنه و میگه که دختران عزیز، ما با یه مشکلی روبرو هستیم و این آقای مستخدم شکایت میکنه که شماها ماتیک که میزنید میرید این آینه رو ماچ میکنید، آینه های بزرگ جلو دستشویی هست، و این بنده خدا تمیز کردن این چون چرب و رنگ و اینها براش مشکله. خانم دختران این نگاه همدیگه میکنن و میخندن، زنگ تفریح که میشه همشون میرن توی دستشویی و اینها، اونایی هم که این کار رو نمیکردن شروع میکنن ماتیک میکنن و آینه رو میبوسن و این بنده خدا مستخدمه میاد میبینه بابا اگه تا دیروز 30 تا بوده حالا شده 120 تا، شده 1000 تا، میگه چه کار کنم؟ یه فکری به خاطرش میرسه، فردا صبح میره به مدیر مدرسه میگه که این دختر خانم ها رو بگو بیان توی دستشویی و من میخوام براشون توضیح بدم. و توی دستشویی
به دختر خانم ها میگه شما این کاری رو که میکنید باعث میشه که من یه مقدار اینجا بیشتر کار کنم، ساعت بیشتر، به فامیلم کمتر برسم و اینها، و اذیت میشم و اینم خیلی سخت پاک کردنش، نه با اون چیه ویندکس پاک میشه نه با اینها، و من مجبورم یک روش خاصی پیدا کردم که این ماتیک ها رو پاک میکنه و حالا فقط میخواستم به شما نشون بدم. همینجوری که این دختر خانم ها وایستادن، این اینجا بهش میگن چی؟ اسکویجی چی بهش میگن؟ این چیزایی که شیشه رو تمیز میکنن که یه طرفش یه اسپانجیه ابریه، آب رو میگیره میکشی رو شیشه، حالا آب و مایع مثلا ظرفشویی هرچی، بعد پشتش یه تیکه پلاستیکی هست مثل برف پاک کن ماشین و این وقتی میکشن اصلا یه صدایی هم میده بعضی وقتا و هر کسی بلد باشه خیلی قشنگ اینو تمیز میکنن، نه خطی میفته نه چیزی، اصلا شغل شیشه پاک کردن در آمریکا یه شغل پردرآمده، حتی برای خونه های معمولی مثلا میگی شما اینقدر ویندو داری، من ویندو 15 دلار میگیرم میام شیشه ها تمیز میکنم. ساختمون های بلند و نیویورک و اینها که اونها دیگه اصلا نگو و نپرس، این بیچارا خیلی هاشون هم میافتن این بند و بندایی که آویزون شده پاره میشن میمیرن. حالا برگردیم به آینه، همینجوری که این دخترها داشتن نگاه میکردن که این آقای جنیتور یا مستخدم چه مایعی استفاده میکنه که این شیشه رو آینه رو دوباره تمیز کنه، جنیتور اون چوب و اون چیزه رو میزنه داخل همون توالت، توالت ها اینجا میدونید سیفون که میزنی میری، بعد یه آب تمیزی وای میسه. هر کی هم این سیستم درست کرده، یادم میاد دکتر صحت مدیر ما، معلم بهداشت ما بود توی هنرستان و این میگفت این سیستم سیفون خیلی خوبه، هم بو نمیاد ازش رد نمیشه، هم جانور مانورا البته بماند که اینجا موش و مار هم از توش رد میشه، ولی خلاصه این یه آب تمیز همیشه اونجا وای میسه و این مستخدمه این چوب رو میزنه اون مسئول مچی دستگاه شیشه پاک کنی رو یا ابزار شیشه پاک کردن رو میزنه توی این، دو سه بار اینجوری اینجوری میکنه که خوب آب بکشه و میاد میکشه و این دخترها همشون میخوان حالشون بد بشه و تقریبا استفراغ کنن و میگه حالا برید دیگه من با این پاک میکنم هر روز. حالا سه فردا که میاد میبینه دیگه هیچ خبری از رژ لب این چیز نیست، روی آینه نیست. به این نتیجه میرسی که بعضی وقتا ممکنه یه مستخدمی که درگیر اون کار هست بهتر از یه مدیری که دکترا هم داره درس خونده بهتر بتونه چیکار کنه؟ مشکلات رو حل کنه، هم راه حلش رو پیدا کنه هم اجراش کنه. برای دوستم که اینو فرستاده بود نوشتم نکنه به همین دلیل بوده که آمریکایی‌ها این دونالد ترامپ رو که از والا حالا به مستخدما نمیخوایم توهین کنیم، مستخدما هم کار میکنن هم کارشون خوب انجام میدن، دیروز آشغالا رو نیومدن اینجا ببرن، ما حالا ماتم گرفتیم که تا جمعه چه خواهد شد، این آشغالایی که میذاری اونجا نیفته ماشین نزنه بهشون و الی آخر. در هر صورت این فیلم رو اگه خواستید برات، ولی همین خلاصش، ولی خب اونجوری که اونا فیلم گرفتن و ساختن و اینها اجرا کردن خیلی بهتره. من فکر کنم که مردم آمریکا به دلیل اینکه دیدن صحبت‌های مدیرهای کشورشون به جایی نمیرسه، آمدن یه جنیتور یا مستخدمی رو استخدام کردن و حالا امیدوار باشیم که این درسته که این رو میزنه داخل آب توالت، ولی اقلا این آینه تمیز بشه. باید صبر کرد و دید. و رئیس مجلس آقای چی اسمش پال رایان گفت که 100 روز کافی نیست برای این آقا، 100 روز اول برای ترامپ چون تجربه سیاسی نداشته، باید به این 200 روز وقت بدیم، بعدن بذاریمش روی میز تشریح یا بذاریمش زیر ذره بین، که بعضی هم به شوخی گفتن مثل این میمونه که یکی ازدواج کنه بره یه ماه یا یه هفته ماه عسل، اون وقتا یه ماه بوده حتما که بهش میگفتن ماه عسل، بعدن همونجا کلب بگه حالا اینجا خیلی خوش میگذره من میخوام 2 ماه 3 ماه یه سال همونجا وایس و کارم نکنم و به اصطلاح از این عسل بیشتر استفاده کنم. خب ببینم براتون اینجا چی گذاشتم و یکی از دوستان که با صداش آشنا هستید میخواد یه برنامه رو برای دوشنبه برای روز عید آماده کنه
گفتم خب چه بهتر، و کور از خدا چی میخواست؟ دو چشم روشن. چون ما یه شنبه شبم اینجا میریم بیرون، احتمالاً دوشنبه صبح همچین زود به اصطلاح نمیتونیم بلند شیم و اینها. اگر این دوستمون این کارو انجام بده، خود منم یه چند تا ویدیوی شاد و شنگول که به هیچ دین و مذهبی هم نه اعتراضی داشته باشه نه بستگی داشته باشه براتون پخش میکنم. یک روز رو بدون سیاست، بدون نمیدونم دعوا به سر ببریم، اونم روز اول سال 1396. ممنونم از این دوستم. همین دوستمون نوشته در کشوری که دست دزد را میبرند چرا دزدی متوقف نشده و نمیشود؟ این دوستی که اسم خودش رو گذاشته بیمار چه 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 چه، یعنی به هر چیزی که میرسه براش یه سوالای پیش میاد که از خودش میپرسه چرا، چگونه است، چه باید کرد و الی آخر. ما این ویدیو رو تا جایی که دوربین رو از این وری گرفته بهتون نشون میدیم، چون لب مطلب هم همونجاست. بعد که دیگه از اون وری میشه و کج گرفته که سر بالایی میشه، ولش میکنیم بره. این نشون میده یک طلا فروشی رو در کشورهای عربی، نمیدونم چه کشوری، با هم ببینیم. بله، مشتری ها اون برن، صاحب مغازه این بره. ویترین به اینا میگفتیم، اینجا بهش میگن شوکیس. من نمیدونم کلمه ویترین رو از کجا آوردیم، به احتمال زیاد فرانسویه، چون آقای دکتر نصر احمدی گفت بیشترین کلمات. ببینید این آقا بچهش رو گذاشت، خانمش هم قشنگ آمده، به اصطلاح اینجا میگن بلاکش کرده، یه جوری که اونا نبینن دست این آقا رو، قشنگ دستش کرد اونجا یه حلقه یه دستبندی رو برداشت. ولی چه جالب، حالا تازه میاد وای میسه که بهش شک نکنن. ولی این کی بوده از بالا ضبط کرده؟ چون این فکر نمی کنم دوربینه، ببینید الان چرخی، چون فکر نمی کنم این دوربین خود به اصطلاح فروشگاه باشه. البته دوستان وقتی میرید فروشگاه نگاه کنید، فروشگاه های دوربین های گذاشتن اینجوری، شما یه نیمکره سیاه میبینید. توی این بعضی وقتا چهار تا دوربینه، بعضی وقتا یه دوربینه با حرکت میچرخه، یا اونی کسی که نشسته اونجا رو حرکات مشکوک این رو عوض میکنه. الان از این بهتر اینه که یه دوربینای گردی اومده، مثل همین دوربینایی که شما و من قدیما روی اسکایپ و اینا استفاده میکردیم، و اینا 360 درجه رو نشون میده، یعنی در آن واحد از 360 درجه فیلم میگیره. این رو الان برای فروش خونه ها هم ازش استفاده میکنن. ممنونم از این دوستی که اینو فرستاده. بله، نه اعدام، نه دار زدن، نه دست بریدن، این مشکلات رو پس از هزاران سال که آدم ها از غار و اینها آمدند و شهرنشینی و مدنیت پیدا کردن، با این مشکل روبرو بودن هستن، و نمیدونیم چه موقعی قتل، جنایت، دزدی اینها به اصطلاح برطرف میشه. و اما ایرانیان آی پی تی وی باکس، آقای حامد عزیز، من برای شما امروز دو تا ایمیل فرستادم، هر دو ایمیل شما باونس شد. باونس شد اینجا چکای برگشتی هم وقتی میبری بانک پول نداره طرف، میگن چک طرف برگشت تو ایرانی، اینجا میگن باونس. باونس شما توپ بسکتبال، توپ والیبال، معمولا بسکتبال چون والیبال که زمین نمیزنه، توپ بسکتبال وقتی زمین میزنید این برمیگرده، میگن باونس بک. و این ایمیل شما یه اشکالی داره، یا پره یا سرورتون یه اشکال داره. ایرانیان آی پی تی وی تی وی باکس، اینها اتفاقا یه آگهی دیدم من، یه خانمی میاد دربارش صحبت میکنه و اسم اونها یه چیز دیگه بود، حالا از حامد پرسیدم این همینه. بدم نیست بعض وقتا یه شرکت، یه محصول چند تا اسم مختلف داشته باشه که توی مغز مردم اون یکی که ساده تره بمونه. در صورت میگه our TV box offers، میگه این TV box کوچولوی ما که خیلی هم خوب و سریع کار میکنه، سوربی هم داره امتحان میکنه و ازش راضی هست،
بیش از 140 کانال ماهواره ایرانی، تمامی کانال‌های داخل و خارج از ایران بدون نیاز به دیش و رسیور. میدونید که دیش و رسیور ایرانی ها به اشتباه بهش میگن ماهواره. نه دوست عزیز، من و شما ماهواره نداریم. ماهواره یعنی همون قمر مصنوعی در آسمان. دولت ها دارن، پولدارا دارن، گوگل داره و الی آخر. دیش اون بشقابیه که تو زبان من و شما باید بهش میگفتن سینی، چون از بشقاب بزرگتره. یک سینی بزرگی بود که اون وقتا 6 فوت 180 به اصطلاح سانتیمتر، 1.80 متر بود، توی حیات و اینها آویزون میکردن. چه مشکلاتی. رسیورم اون باکسی بود که حالا این دیش یا اون سینی یا به قول بعضی از شما اون ماهواره با نمیدونم انندی بود چی بود که میگفت ترکیه رو ولل کن، دی ان ان رو چی رو بچرخون، چه میدونم والا یادم میره، نمیدونم فلسطین رو رها کن، الان ان الاندی رو بچرخون، ترکیه رو بگیریم. در صورت با کمک اونها و یه باکس بزرگی معمولا زشتی هم توی اتاقتون باید بود که این کالا رو میگرفت. الان اینا همش حل شده و این دوتایی که شما اینجا میبینید، تازه این فکر کنم عکس باکسر هم باز بزرگتره چون نزدیک شماست. میدونید شما از اینجا ریموتش به همین کوچولویی سادگی خود باکس واقعا کف دست جا میگیره و هم بدون سیم میتونه اینترنت داشته باشه، هم اگه میخواین قوی تر و سریع تر باشه با سیم وصلش کنید، میذارید قشنگ جلو تلویزیون یا بغل تلویزیون رو میشینید کانال نگاه میکنید. هزاران فیلم، شو و سریال ایرانی در دسترس، سریال های ترکیه، ترکی به دوبله و زیرنویس فارسی در دسترس، ده ها هزار موزیک، ویدیوی ایرانی، ترکی، عربی، صدها کاریوکی. این کاریوکی خیلی خوبه مخصوصا برای ایام عید. موزیک مثلا مال ویگن رو گذاشتن، بعد شماها میخونید یا مهمونتون میخونه. شماره تلفنشون هست 818-964-0102 و قیمت حراجش هم چون $300 بود حالا کردن $229. میگن با استفاده از کد تخفیف HX60. آقا بگو کد تخفیف مردم تیوی، والا بلا اینا به ما هیچ پولی هم ندادن. امیدواریم چون شماها زنگ میزنید و میخرید، بعد اینا هم بگن که خب بابا این سوربی هم زحمت کشیده، یه پولی هم برای تلویزیون مردم بفرستن. اینم از این. بریم ببینیم چه خبره. تا الان که باهاتون صحبت میکنم خبری از خانم شعله، شمس نداریم. ما در شیراز هم فامیل شمس داریم ولی نمیدونم که ایشون هم شیرازی است یا آفتاب یه جای دیگه است. شمس میدونید یعنی آفتاب. ماجرای آفتاب یه جوکی هست، میگن که این رئیس جمهور دیوانه کم سواد و نادان نورد کوریا، کره شمالی. خب دیده هر کسی میخواد بره ماه، اون یکی میگه میخوام برم مارس، اینایی که نادان ترن میخوان بیشتر برن، بیشتر خودشونو به یه جایی بچسبونن، اسم بیشتر برای خودشون. اونی که میدونه اصلا برایش مهم نیست. شما اون کسی که دکتر واقعیه اگر هم بهش بگی دکتر میگه آقا به من نگو دکتر، مثلا من اسمم اینه به من بگوین. ولی اونی که دکتر نیست اگه شما نگی بهش دکتر یقت هم میگیره، طلبکارت هم میشه. من آقا اینقدر سال رفتم درس خوندم دکتر شدم، به ما چه؟ مگه ما بهت گفتیم برو درس بخون؟ تازه معلوم نیست شما درس خوندی یا نخوندی. مثلا شاه دو تا دکترا داشته، از این دکترایی که پول میدادن به دانشگاه فلان جا، اونام یه دکترای افتخاری میدادن. حالا شاه الله‌ها میگن شاه ایران سوئیس بزرگ شده. آقا این یه مدت توی خوابگاه بوده، اذیت کرده، دعوا کرده، بچهای مردم رو زده، سوار مستخدمه شده، کردنش بیرون، دیپلم هم نداره. هی دو تا دکترا، دکترا اینا هم مثل دکترایی که آقای دکتر ابوالقاسم صمدانی میداد به سکویی و به اون علی فسفس چیه مفتروس و اینها. به منم گفت میخوای بهت بدم، گفتم نه قربونت، میخوام ما رو بکنی داخل این گله بی سوادا، ولمون کن. حداقل ما اگه دو تا کلاس درس خوندیم بلدیم، باهاش کار کردیم، ازش پول درآوردیم، بچهای مردم رو یاد دادیم و همین امروز هم به دردمون میخوره. اینا چیه؟ دکتر دکتر دکتر، انگار که همه مریضن، منتظر بودن این دکترا بیان. بمانه کجا بودیم، چی گفتیم؟ بله بریم سراغ این پوشه توده یا پوشه امروز خودمون در عربستان. آهان
ایشون نوشته در عربستان اون چیزی که نشون دادن دزدی شده و اینها. و اما باز هفته گذشته یکی از این ایمیل های قدیمی دوباره راه افتاد، متن وصیت‌نامه ثریا اسفندیاری که داراییشو به گربه هاش داده، تا اینجا حقش بود. ولی حالا اونایی که بخیلن و چشمتنگن و فلانن و بیکارن و بی ارزه نشستن، یه سری دیگه چیا درست کردن، من به ایرانی ها ندادم چون ایرانی ها چشم رو ندارن. خانم کی چشم رو نداره؟ شما اولا طبق یه قرارداد فامیلتون، قومتون، ایلتون شما رو دادن به شاه، بعدم شاه نخواستتت، ماهیانه بدبخت مردم ایران خودشون گرسنه بودن ولی به شما هزاران دلار، میلیون ها دلار پول میدادن. کجای ملت بخیل بودن؟ اصلا ملت چه خبری داشته از شما؟ بعدم اصلا این از طرف ثریا نیست، ثریا فوت شد، بعدم واگذار کرد چیزاشو، سرپرستی رو به داداشش و اینا، داداشم فوری مرد، معلوم نیست حالا کی هست و اینا. اینا پولاییه که همون دوستمون اون روز خانم نیر میگه این پولایی رو که میدوزن از مردمشون، از قذافی گرفته تا شاه خودمون تا این آخوندا، اینا بعدن خرخور میشه، میاد میفته دست آمریکا، میاد میفته دست روس، میفته دست سوئیس، سوئیس، بانکای سوئیس و الی آخر. در هر صورت اینم یه ماجرایی که من فکر نمی کنم این وصیت‌نامه درست باشه. و اما پیشبینی یک سایت امنیتی آمریکا از انتخابات ریاست جمهوری ایران، من برای کسی که دوستی که اینو فرستاده بود گفتم آقا میگن هر کی میگه نون و پنیر، به اینا بگو برو بخور و سرت بذار زمین و بمیر. شما این همه پیشبینی کردید 4 سال برای آمریکا، همه پیشبینیاتون هم خراب بود، حالا یه مردک دیوانه‌ای آمده که امیدوارم این آقای مکین کوتاه نیاد و همینجوری دنبالش بره و هر هفته یک مسئله رو میاره که اون کثافتکاری‌های قبلیش رو تحت شعاع قرار بده و افکار مردم متوجه این مسئله جدید بشه. مثلا دیروز تالا اومده تکس فرم، یعنی ورقای مالیاتی مال 2005، ما سال 2016 تکس ها رو فرستادیم رفته، یعنی اتفاقا امروز مارچ 15 و هفته آینده ما اپریل 15، این آقا چتون توی یک سالی انقدر پول گفته من ضرر کردم؟ اولا تو اون سال هفته 3 میلیون دلار پول درآورده، 150 میلیون دلار تقسیم کنید بر 52، حالا بگو 50، هفته ای دوستان 3 میلیون دلار پول درآورده. اون نگاه کنید خودش و بچه‌هاش عین گداها، یکیش تنبون درست میکنه، یکیش جواهر درست میکنه، ول نمیکنه. اون شعری رو که آقای افشارها خوند، سعدی با اون تاجره، تاجره گفت من میخوام نمیدونم چماق اینجا رو ببرم اونجا، چماق اونجا رو ببرم اونجا، سعدی بهش گفت بدبخت، تو یا با قناعت با چشم خود تو پر کنی یا با خاک گور. البته آقای افشارها درباره فرای پهلوی داشتن صحبت میکردن و من گفتم خانم فرای پهلوی چون خصلتش گدا هست، گدازاده هست، این تا دم مرگم ممکنه هم اونجا هم که داره میمیره بگه تو رو خدا پول ندید برای کفنا. ببینید دوستان، یه کسی یه پارچه کهنه چیز نداره بده من که میخوام برم زیر خاک، منو بپوشونن تو. اینا ذاتشون گدا هست. یکی هم میبینی کارگره، آقا من یه شنبه دیدم این آقای پتی با جک همر، میدونید چیه این وسایل آهنی گنده‌ای که توی نمیدونم کالیفرنیا که تابستونا در جرات چقدره، یک شنبه وایسیده کار میکنه، بعد میگه من دستونم 200 دلار ساختم، 100 دلارش میفرستم برای نمیدونم این خیریه، 100 دلارش میفرستم برای اون خیریه. یکی اینجوریه، یکی اونجوری میشه. در هر صورت این سایت آمریکایی و این پیشبینیش هم بندازید سطل آشغال تا ببینیم چه باید کرد و چه میشود. گفتم اتون یک شنبه، حالا این چون خود آگهی آمد، اجازه بدیم من همین الان این رو هم آگهیشو به شما نشون بدم که بله اینجاست، جشن با شکوه نوروز 1396. خب یک شنبه 19 مارچ، کجا؟ گرین هاوس بیسترو. این بیسترو هم فرانسویه و شهاب خواننده خوبی است
متین الهام من تا حالا ندیدم جایی. من نرم نمیدم اینایی که روز شنبه و یه شنبه برنامه دارم، من هم موقع میرم جایی فیلم برداری میکنم و این دوستان رو کمتر میشناسم، ولی شهاب رو میشناسم، توی برنامه هاش بودم و خیلی کارش خوب و قشنگه. بیاین حتما اگر توی این منطقه هستید، اگه یه دو ساعتم دور هستید بیاین، بعد مشروب کم بخورید یا راننده به اصطلاح اینجا میگن اساین کنید و اینجا بهش میگن دیدی، designated driver. در هر صورت اونجا از ساعت 7 شب یک شنبه 19 هم شروع میشه. بعد بلیت نوشته بود تا 10 مارچ 65 دلار، از 10 که بگذره میشه 75 دلار. من اون روز گفتم، الانم تو برنامه میگم، شما وقتی زنگ میزنید بهشون بگید که ما از تلویزیون مردم شنیدیم، شاید بهتون همون 65 دلار رو بدن. اجازه بدید که سلام میکنم به این بهروز پاکشیر که مثل خاک شیر میمونه و حقیقت رو میگه، و اونم مثل من خیلی ها یا دوستش دارن تا پای مرگ یا ازش متنفرن تا پای مرگ. برنامه ای داشت به نام پرچونه، هنوز هم داره، توی تلویزیون مردم هم برنامهش پخش میشد. یادم اتفاقا آقای حسن خازه‌ای هم یا حسن خازه هم برنامه ایشون رو با اون تلفن 900 میگفت حمایت میکنم. حالا شما هم اگه خواستید بگید با ایشون تماس بگیریم، ساعاتی رو در هفته برای ایشون بگیرید و آقای بهروز پاکشیر یا همون پرچونه خودمون که اسم رادیوش هم پرچونه است، اسم وبسایتش هم پرچونه است، بیاد و برنامه بذاره. بذارید یه بار دیگه من اینو بهتون نشون بدم که برای این دوستمون آقای آرمان شهبازی که من به پدرش، به برادرش، به داییش، به خانوادهش کلن به اصطلاح آشنا هستم و ارادت دارم، سنگ تموم گذاشته باشین. جشن باشگون نوروز 1396 یک شنبه 19 مارچ در همین وینا، به همه جام نزدیکه، هم به مریلند نزدیکه، هم به ویرجینیا نزدیکه، هم به دی سی نزدیکه، یعنی یا 66 و 495 و نمیدونم تمام این جاده ها بغل اون وینا هست. پس به امید دیدار شما و به امید اینکه چند ساعتی خوش باشیم و این سیاست مدارا و کارهای کثیفی که میکنن اینا رو به دست فراموشی بدیم. و اما دکتر مصطفی بادکوبه‌ای حتما معرف حضورتون هست، گفت چی؟ وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم. منظورش به احمدی نژاد بود. احمدی نژاد وطن گفت، ایشون خاک بر سر نکرد. احمدی نژاد رفت، ایشون خاک بر سر نکرد. آقای روحانی آمد، ایشون خاک بر سر نکرد. آقا این شاعری یه دکونه دو نبش و چیز داور همیشه میگو من از این شاعرها خیلی بدم میاد. اونی که نقاشی میکنه اقلا میره یک برزنتی میخره، یه چوبی میخره، رنگی میخره، میاد میشینه رو این نقاشی میکنه. میگه این شاعرها یا عرق میخورن یا تریاک میکشن بعد میشینن شعر میگن، بعدم چقدر توقع دارن که ما حالا این شعرشونو بزنیم رو سرمون حلوا حلوا کنیم. یه شعری هم ایشون نقل خارجی، ما ایرانی ها که خارج هستیم، گفته که اصلا نشون میده هیچ آشنایی نداره با خارج و با ایرانی های خارج. ولی کی شعر خوب گفت؟ آقای فریدون مشیری. شعرهای فریدون مشیری رو بخونید که میگه من اینجا ریشه در خاکم. میگه دوست عزیز، شما بلند شدی رفتی آمریکا، خوش به حالت، دیگه هی به من نگو بلند شم بیا، من اینجا یه چیزایی دارم با اونا خوشم، تو رفتی اونجا یه چیز پیدا کن با اونجا خوش باش. در صورت نوشته که دیگر نمیشناسمت ای وطن، از راه بسیار دور سپاس به دکتر بادکوبه‌ای. آقای مسعود میرزای خودمون، مسعود سهیلی که خودش هم شاعره، اینو نوشته. اتفاقا روزی که من ایمیل فرستادم برای دوستان آقای علی زرابی، آقای علی زرابی یا وارد نیست یا عمدن این کارو میکنه، وقتی ایمیل برای دوستاش میفرسته اسم همه پیداست و احمقی هم مثل آرمن ساگنیان این اسما رو ور میداره میذاره تو لیستش و اذیت میکنه. حالا من وقتی ریپلای میکنم، ریپلای تو آل، به همه اینا میفرستم، ولی درباره همون موضوع مشخص. اگر آقای علی زرابی که سالها در
کار انتشار و فرهنگی و اینها به اصطلاح موهاشو سفید کرده و عمرش تو سپری کرده آمد یه چیزی نوشت، من در همون رابطه می‌نویسم برای دوستانم میفرستم و از همه خواهش میکنم که بیان مهمون برنامه من باشید. نظر من اینه، من نظر داده بودم که آقا این آقای بادکوبه ای این شعری که گفته شما که در خاور جستی چو به میدان روید صبح زود، بگویید من ایرانیم کله پاچم آرزوست، آقا این مزخرفات چیه؟ اینجا وقتی شما سوار مترو میشی همه نصف خوابن، نصف دیگه هم که بیدارن میخواد اون یکی جیبشو نزنه. کی به فکر اینن؟ من ایرانیم در خارجم که افتخار میکنم من ایران. برو آقا تو رو خدا یه کاری پیدا کن، یه جایی اگه نوه‌ای داری از نوه‌ت نگهداری کن. دوستان میگن اینایی که از نوه‌هاشون نگهداری میکنن آلزایمر یا فراموشی بهشون دیرتر دست میده. دخترم برای من اینو نوشته بود، گفتم حالا تو هم هرچی از این چیزاست برای ما پیدا کن، هی به ما کلک بزن. بعدش گفتم میدونی چرا؟ برای که بچه اینقدر اذیت میکنه که طرف زود میمیره، به آلزایمر و فراموشی نمیرسه. ولی واقعا چینیزا هم باور دارن، فکر کنم سعید برام نوشته بود که اگر بتونید خودتون از بچه ها نگهداری کنید، درسته که میگن بچه هایی که میرن دیکر زودتر زبان یاد میگیرن، زودتر موزیک یاد میگیرن، زودتر پدرسوختگی رو یاد میگیرن، زودتر یاد میگیرن خوراک های دیگرون رو بکشن، البته بیشتر هم مریض میشن اینها، ولی میگه بچه ها رو اگه شما نگهداری کنید همونا یاد میگیرن به بزرگسالان احترام بذارن و خانواده از لحاظ درآمد و زندگی یه مقداری استرس کمتری داره، چون مجبور نیست طرف دو تا کار انجام بده یا اضافه کار انجام بده که اون پول اضافه رو بره بده به دیکر یا کودکستان مثلا. البته خیلی جاها هست مثل همین ماجرای ما، اونا پولو میگیرن، حالا چه بچه با ما باشه یه روز در هفته چه نباشه، اونا میگن آقا ما زندگی داریم، اگه 10 تا بچه میخوان نگه داریم مثلا 10 تا 2000 دلار، من باید بدونم که ماهی 20000 دلار در میارم، انقدرشو خرج کنم، انقدرشم درآمد، همش ایتس مانی مانی مانی، پول پول پول. ممنونم. در هر صورت آقای سهیلی عزیز برای شما هم نوشتم، ای کاش این آرزوی منه، این شاعرها و اینها یک سال، حالا مرگ تو شیش ماه ننویسن شعر، اگرم مینویسن جایی نخونن، ببینیم بابا این سوپاپ مردم. چون من باور دارم وقتی مردم میان میشینن اونجا، آقای اون یکی دیگه کیه، عالی پیام حالو میاد میگه که نمیدونم از این شعرهایی که میخونه، مردم میگن عجب شعری گفته آقا دیدی، بعدم میرن خونه هاش. ولی آقا اگه شعر نگی شما، مردم میگن آقا یه خاکی تو سرمون کنی، این چه وضعیه؟ اگه آخوندا اومده بودن برای مردم شعر گفته بودن انقلاب میشد؟ نه، همه به هم میرسه آقا دیدی حجت الاسلام فلانی چی گفت؟ گفت وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم. تموم شد، بریم خونم به سلامتی. به سلامتی، یه عرقم بخوریم به سلامتی. به اینا میگن سوپاپ، سوپاپ اطمینان. تا الان که 2:48 دقیقه است، من روی اسکایپ خبری از خانم شعله شمس شهباز ندارم. اتفاقا من امیدوار بودم قبل از برنامه با ایشون بتونم یک تستی انجام بدم، صدا، تصویر، نور و اینها رو ببینم. و دیدید بعضی برنامه‌های تلویزیونی اسم طرف رو می‌نویسه، میاد رو پیشونیش، روی چشمش، اینا برای که 2 دقیقه به مهمونشون ارزش نمیدن آزمایش کنن قبل از برنامه صدا، نور و مثلا میکروفون اونجاست، به طرف نمیگن آقا خانم صدات نمیاد، یا میکروفون بیار نزدیک، یا از این گوشیای بزن که یه میکروفونم اینجاش آویزونه و الی آخر. خب برم ببینم دیگه براتون چی گذاشتم. جالب اینه که وقتی هم من برای ایشون اون ریکوست یا درخواست فرستادم، دیگه حالا بعدش میخوام بنویسم که ما منتظر شما هستیم، میگه که messaging disable until request is accepted، میگه پیام فرستادن فعلا از کار افتاده تا موقعی که اون طرف قبول کنه که شما میتونید. خیلی هم فکر خوبیه به نظر من، این شر مزاحمه رو کم میکنه. اول
اگه یه کسی میخواد مزاحم شما بشه بهش میگی باید باش تماس بگیری. تماس که میگه شما اگه دیدین مزاحمه اصلا دیگه باش نکن، خدا کرده من مزاحمم، تماس نمیگیری. بعدم اگه دوباره خواست تماس بگیری میگه هی ببین اون نمیخواد باهات حرف بزنه. Very good. خب Montreal curling joy, the joy of living in Canada. بذار ببینم این چیه. حتما خوب بوده که من اینجا گذاشتمش. باز don't spill. آره به همین دلیل گذاشتم، چون دیروزم اینجا و طرفای از بگید از واشنگتن تا کانتیکت این ماجراهای یخ و یخ بازی و برف و اینها رو داشتیم. اینو با هم ببینیم. تشکر میکنم از آقای سهیلی و تعجب میکنم این کشورهای مثل کانادا و اینها. البته دوستان یادتون باشه اینجا یه مشکلی که هست، این اینایی که ماشینای فور ویل درایو دارن یا ماشینای چی بهشون میگن تو ایرانی بهش میگن شاسی بلند، این من صداشو ببندم، داره خانمه گزارش میده از یه دریچه ای حتما مال تلویزیون چیزی هست نشون میده. ببینید قطر برف هم زیاد نیست، چون برف به اون صورت خطرناک نیست، یخ خطرناکه. برفی که دیروز اینجا اومد خیلی قطور نبود، مثلا 2-3 اینچ بود، ولی چون یک بارونی اومد پشتش که این بارونه و اصلا مثل صدای میخ که میریزن رو زمین ها اینجوری صدا میداد. و البته اگه اینها مجهز باشن به زنجیر احتمالاً چون اینا عادت دارن اینا فقط لاستیکای مخصوص سنو میگیرن، ولی لاستیک شما ترمز که زدی قشنگ مثل اسکی میشه و میره. این هم از این ماجرا. و ببینید که حتی ماشین پلیس هم که معمولاً مجهزترین سیستم ها نمیدونم اون چی بهش میگن آنتی، خدایا دکمش تو ماشینامون هم هست، ASRP نمیدونم چی، انقدر دکمه میذارن که آدم نمیدونه. میبینید که هر کدومشون دارن از یه طرفی میرن. حالا ببینید این ماشین برفروبی میخواد چه نمایش بده، این که آمده تمیز کنه برای دیگران، خود اینم یا علی مدد ببینید که قشنگ روی یخ داره به کجا میره و میخوره حتما ماشین پلیس. بله ماشین پلیس رو کرد ساندویچ بین خودش و اتوبوس، و اون اتوبوس هم با کامیون جلویش و پیکاپ تراک جلوی اینها و الی آخر. ممنون و متشکرم از آقای سهیلی. آقای سهیلی اتفاقا هفته پیش عکسای فرستاده بود از برف و یخبندان و اینها در همین منطقه‌ای که خودشون زندگی میکنن و ببینیم چه خواهد شد. بله این فیلم رو عمدن بهتون نشون میدم چون من بارها گفتم اینایی که بچه هاشون رو از سن خیلی کم، مثلا یه دکتری هست، یه خانمی الان فکر کنم 86 سال شاید هم بیشترش باشه، دکتر فامیلیشو میدونم دایموند هست چون الماسه یادم میمونه، برید حتما بزنید بنویسید دکتر دایموند یا پروفسور دایموند و برین. این اصلا این خانم نابغه و نمیدونم کسی که مغز انشتین رو این باز کرده، کسی که بعدن فهمیده که مغز ما اون قسمتش که فکر میکردیم اونا کار نمیکنه، اون قسمتش که فکر میکردیم اینها سربازهای محافظ هستن کار میکنه. میدونید که در بعضی از باورها فکر میکردن که قلب چون مرکز بدنه اونه که تصمیم میگیره و اینها و نمیدونستن چی به چیه. در اصل این دوست ما هم که قرار دوشنبه برنامه‌ای درست کنن و بفرستن جوک و طنز و اینها برای ایام عید، ایشون هم تو کار مغز و اینها خیلی تجربه داره. تو یکی از ویدیوهای این خانم من دیدم که بچه یک دکتری رو، یه دختر خانم 4 ساله رو آوردن نشوندن و بهش هم یه دستکش بزرگی دادن بپوشه. حالا میخوام با این مغزی که مغز حقیقیه، میدونید اینایی که یا بدنشون رو برای دونیت میکنن اهدا میکنن به طب و اینها، میگن اگر کسی مثلا میتونه از چشم ما استفاده کنه، از ریمون استفاده کنه، اینها آنها، اگه نه روی بدن ما آزمایش کنید ببینید این مریضی که مثلا من باهاش مردم چه کار میتونید بکنید برای دیگران پیشگیری بشه. یکی از چیزایی که الان خیلی رایج شده این فوتبالیستا، فوتبال آمریکایی که با سر مثل گاو میدوان میزنن به هم، اینا یکی یکی خودشونو میکشن، زنشونو میکشن اینها، و اینا حالا شروع کردن بعد از مرگ مغزشونو اهدا میکنن به این پژوهشگرا
محققات و اینا تحقیق کنن این چی میگذره تو این تصادفایی که اینا با هم میکنن که اینجوری بعدن اینها صدمه ببینن اینا. در صورت دیدم این دختر بچه 4 ساله رو آورده، با وجود که احترام خاصی برای این پروفسور قائلم، ولی دختر بچه 4 ساله نباید از حالا به فکر این باشه که تو مغز چی میگذره و اینها، باید بازی کنه. اقلا به نظر من از 10 سالگی اون موقع اگه علاقه چیزی داشت بیان. در صورت نظرات فرق میکنه، من فکر میکنم ماکزیمومی که یه نفر بچه‌شو ببره خیلی هنرمند بشه میشه مایکل جکسون، دیگه از اون بهتر ما نداریم. ببینید چه بدبختی‌های نصیبش شد، کسی که بچگی رو ازش گرفتن بعد اصلا نمیدونست بچه بودن یعنی چی، بزرگ شدن یعنی چی، بعد بچه‌ها رو میبرد تو رخت خواب، بعد کارایی میکرد دیگه بهتر میدونید. تو 50 سالگی هم رفت از دنیا. و این دخترایی هم که اینجا نشون میدن، ببینید من نظرم درباره اینا هم همینه، بله زیبا هستن، قشنگ هستن و اینها هم بچهای دوستانی هستن، نوه های افرادی هستن که اونا وقتی میبینن ذوق میکنن، ولی به فکر ذوق و خوشی خودتون نباشید. ببینید این بچه ها رو دارید به چه دنیایی به اصطلاح میفرستید و چه خطری در آینده براشون هست. بچه ای که زود آرایشش کنید، بچه ای که به زور یادش بدید اینجوری برقص اونجوری برقص، خودتون رو تماشا کنید. دوستان شما فقط استرس رو تو چشای این دختر نگاه کنید که مواظبه که ببینه اون کاری رو که این بزرگا ازش خواستن درست انجام میده، به موقع رقص رو شروع میکنه، حرکاتش با آهنگ موزونه و الی آخر. همین استرس تو این بچگی که نباید هیچ فکر و خیالی داشته باشه، من قولتون میدم که اینها در آینده چیز میشن. چند مدت پیش بود این آقای فخرآور واقعا ننگاور با خواهرش و شوهر خواهرش و دختر خواهرش یه ویدیویی درست کرده بودن، من براش نوشتم شماها باید از خودتون خجالت بکشید که حتی بچه ها رو میارید و توی این بازی زشتی که شروع کردید اونها رو هم شریک خودتون میکنید. هر خانومی با مانتوی کوتاه، ساپورت، آرایش غلیظ، موی بلند روی سیاه، ناخن دراز، با اومد بیرون، نه فلفلی و نه خلخلی و بس. خیلی ممنون از دوستی که اینو ارسال کرده بود و ممنون از شماها. نظر شما چیه؟ این رو آقای سهیلی فرستاده بودن، ایشون هم خودش نوه داره، بچه داره، نوه‌هاش تو تیمای مسابقه هاکی و نمیدونم اسکی و اینها موفق هستن، ولی اونها به نظر من هیچ اشکالی نداره توی سن و به اصطلاح شرایط معینی برسن با همو اون کار انجام بدن، ورزش و اینها، تا جایی که مثل اینجا نباشه که اصلا اینا مثل ربات. دیروز اینجا یه بازی بود بهش میگن این کپتار کپس، بر در مقابل تیم هاکی مینسوتا اگه اشتباه نکنم، میسیسیپی نبود، مینسوتا. شما میان اینا رو که میبینید اینا همشون سنشون زیر 30 ساله، دندونا همه شکسته، مثل اینایی که مثلا معتاد بودن، بعد دندوناشون رو بریج میذارن، هی دوتا ستا ستا اینجوری بریج میذارن. خب دوستان عزیز، ساعت 3:59 است، یه دقیقه دیگه وقت داریم هنوز با خانم شهله شمس شهباز، سردبیر فصلنامه رهاورد، قرار است صحبتی داشته باشیم. متاسفانه ایشون تا این لحظه با ما تماس نگرفتن و من از این وری امکان تماس ندارم، چون قرار گذاشتیم با اسکایپ، دیگه ایمیل نزدم و اینها، منتظرم و اسکایپ رو باز گذاشتم، منتظر
ایشون. این هم از این ماجرا، اب نداره، وقت زیاد داریم، اگه امسال هم نشد سال آینده هفته آینده است با ایشون صحبت میکنیم. شاید هم جمعه اگر آقای احمدعلی مسعود انصاری حالش خوب باشه و مناسب باشه بیان برنامه رو، برنامه دومی رو که مدیون هستیم. این کلمه مدیون یعنی طرف پولشو داده، ما حالا دین داریم به اونها، باید بدیم، ریسپانسیبل هستیم، مسئول هستیم، بهشون این وقت به وقتی رو که فروختیم بهشون چیز کنیم. با آقای انصاری هم به شوخی گفتم آقا من امیدم این بود که شما این برنامه ها رو که میان شروع میکنید این دوتا رو تو یه هفته ماکسیموم، تو دو هفته، تا دوستان دیگه هم بیان جلو بگن آقا این آقای انصاری بیاد یه بار دیگه تمام اون چیزهایی رو که گفت و پروندهش توی تلویزیون رنگارنگ باقی مونده و ما دسترسی بهش نداریم ایشون دوباره بگه، ولی همین سرما و اینها نشد. و اما ایران در لبنان کارخانه اسلحه سازی تأسیس کرده است. خب این اگه یادتون باشه من یه مصاحبه کردم با آقای شاهین ترکمان، یکی از چیزایی که ما باز به خاطر اینکه نمیدونیم ولی چون آخونده داره انجام میده از ایراد میگیریم، مثل این میمونه که مثلا یه آخوندی بیاد توی مجلسی ببینیم عمامش خیسه، عباش خیسه، بعد بگه هر کی میخواد بره چرت برداره، بارون میاد، ما بگیم بیا آقا بریم گروه پدر این آخوندا، یعنی حرف حقیقت هم ازشون نشنویم. البته تقصیر خودشونه، خودشون رو به این پستی آوردن و اینا میتونستن یه مرتبه بالا حالا روحانی داشته باشن، نه اینکه مردم بگن روح و روان یکیه، اینا که روحانی هستن پس روانی هستن، شدن دیوانه. اگه خمینی گفته بود من میرم قم میمونم، هیچ رئیس جمهوری نباید آخوند باشه، ببینید تا حالا چند تا رئیس جمهور آخوند داشتیم، یعنی اینا اون دروغ گفت، اینا هم چیز کردن. داشتم با این دوستم مرداد، واقعا من متاسفم مرداد جون برم، داشتم با این کلکل میکردم، نوشت خمینی انقلاب رو دزدید. میگم آقا ندزدید، اون با برنامه از شماها و دیگران سوء استفاده کرد، این دزدی نیست، دزدی اینه که یعنی شما بگی آقای رجوی انقلاب کرد، اون اومد کودتا کرد، ازش دزدید. اون ندزدید، اون از سال 1341 دنبال این کار بود، بعدم رسید. بعد میگه که یه چیز دیگه هم گفت ها، بعد میگه که گفتم خب شما که میگی دزده چرا باهاش همکاری کردید، چرا که شما شریک دزد بودید دیگه، آمدید و نشستید بغل دستش و چای خوردید و پدر طالقانی و نمیدونم بابا عمه چی میگن شوهر عمه خمینی و فلان اینها. بعد میگه که نه ما چیز نکردم. گفتم آقا شما چرا مجبور میشید دروغ بیشتر بگی، ولش کن، اون مرده، خمینی مرده، رجوی هم که مرحوم شده، بذار بریم یه مشت پیرپاتال بدبختی رو شما تا موقع تو عراق نگه داشته بودی، حالا تو سن 50 60 سالگی آوردینشون آلبانی، منم نمیدونم اینا که تو آلبانی هستن به چه زبانی صحبت میکنن، تا اینا بخوان این زبان رو یاد بگیرن لابد یه کشور دیگه باید برن، یعنی هیچ عمرشون پش. بعدم آقای جعفرزاده نشسته اینجا دروغ میگه، میگه ما دیگه جنگ نمیکنیم، ما دنبال صلح هستیم. شما دیدی آقا مرداد اون ویدیو رو که برات فرستادم؟ یا شما هم چون تلفن کوچولوه نمیبینی فقط جواب میدی؟ در هر صورت اینم از این مسئله، ایران در لبنان کارخانه اسلحه سازی تأسیس کرده است. اولین جوابی که آدم میگه، میگه خب چرا نه، اگه آمریکا ور میداره طرف رو زندانی میکنه، بعد میگه آره ما تو اینجا نمیتونیم شکنجهش بدیم، ببریم مصر شکنجه کنیم، اگه آمریکا برمیداره 60,000 نفر تو ژاپن میذاره، 50,000 نفر اینجا میذاره، خدا میدونه تو کشورهای دیگه چند تا پایگاه داره، ایران هم میگه چرا من همه تخم مرغام بزنم توی بسکت که مثل عراق بزنن داغونم کنن. درس خودشونو از خودشون خوندن به خودشون دارن خوب پس میدن. چرا ناراحتی؟ یکی آمده بود آقای عباس باقری نوشته بود ما خرافات رو باید دور بذاریم. گفتم این فکر بسیار خوبیه، ولی اگه همزمان یکی بیاد بگه آقا حالا که خرافات رو میخوای دور بذاری چهارشنبه سوری، اصلا این یه چیز بی خودیه، بریم گدایی کنیم در خونه این. اون البته آقای چمنارا نوشته بودن این از نمیدونم از آتش گذشتن فلان، یادتونه اون ماجرای داستانی که شاه دوباره هر چی ماجران میریم پهلو شاه، یه شاهی تو شاهنامه زن میگیره، این زنه چون شاه ها معمولا میرن زن جوان میگیرن، شما میدونی شاه وقتی ازدواج کرده فرح نصف سنش داشته، شاه 40 سالش بوده فرح 20 سالش بوده،
امروز هی ایمیل برای هم میفرستین این آخوند پدر سگ رفته امده یه دختر 16 ساله گرفته، شاه سوئیس رفته 40 ساله بعد از چند تا زن، فوزیه و سریا و یکی دیگه چی بوده، تازه میاد فرح 20 ساله رو میگیره. اصلا آدم یادش میره میخواد چی بگه. خب بله، خبری نیست. خانم شمس یه وقت دیگه انشالله، چون شاید این همون اختلاف زمانی که گفتم، شاید ایشون نمیدونه که ما یک ساعت رفتیم جلو. چون شنیدم تو بعضی از این ایالتهای آمریکا مثل تگزاس و آریزونا هست، کالیفرنیا رو باید بپرسم از دوستم. الان میتونم ببینیم اینجا بپرسم، ببینیم مثلا تایم این کالیفرنیا 12:05 پس اونا هم وقت رو بردن جلو. نمیدونم ایشون کجاست. تایم این کالیفرنیا 12:05، من گفتم ساعت 3 به وقت نیویورک. حالا امیدوارم ایشون با ساعت 3 به وقت کالیفرنیا اشتباه نکرده باشه. در حسن ایران در لبنان کارخانه اسلحه سازی تأسیس کرده است. آهان داشتم اینو میگفتم، با آقای شاهین ترکمان وقتی مصاحبه کردم، این کشوری هست به نام جیبوتی، جیبوتی میگن 800 هزار نفر جمعیت داره، بعد یه مشتی احمدی نژاد میرفت بهشون پول میداد، یه مشتی اونای دیگه میرفتن، بعد ملت میگفتن آقا اینا کیان با این عکسای نمیدونم بعد و با این قیافای بعد و اینا. آقای شاهین ترکمان آمد گفت بابا جون فکر کنید این داره میبینه که تنگه هرمزو اگه هی داد بزنه من میبندم، اونا از یه جای دیگه میرن، اینا دارن به اون کشوری که اونجا رو تحت کنترل داره پول میدن، اونا رو کردن نوکر خودشون. قبول کنید شاه و پدرش، اون یکی رودخونه رو از دست داد، اون یکی بحرین رو از دست داد، اینا آخوند 38 ساله یه سانتیمتر مربع از ایران رو به کسی ندادن، رفته عراق رو گرفته، رفته سوریه هم داره اعمال نفوذ میکنه، یکم ولش کنی فکر کنم مثل سلم، مثل کانسر هم، مثل وبا هستن، یکم ولشون کنی فکر کنم این یه عمامه میزنن رو سر ترامپ، رو سر پوتین، و اون رو هم آخوند میکنن، میگن بابا تا هم بیا دیگه اونجا رو بده به ما، روسیه رو هم میگیرن. در اصل باید صبر کرد و دید. صحبت از پوتین شد، به اشتباه گفتم ترامپ. بیایید ببینید که آقای احمدی نژاد و ترامپ هر دو سوار خر مراد، و آقای مسعود سهیلی هم نوشته با مغز تهی مجادله نتوان کرد، با پیر اولاغ نظم، با پیر اولاغ نظم جهان نتوان کرد. ای دوست بیا که بی راهه بریم، در راه گران عرعر خر نتوان کرد. مسعود میرزا، ایشون هم از کانادا. ممنون و متشکرم. و بیایم ببینیم که دیگه براتون چی گذاشتم اینجا. بله، کیم اند مستر ترامپ. آها داشتم اینو میگفتم یادم رفت، راجع به این پسر رئیس جمهور، رئیس جمهور چه عرض کنم، ایشون هم پادشاهه چون ارث رسیده بهش، چه انتخاباتی، با بزرگش بوده بعد از اون ماجرای کودتایی که کرده، بعدش باباش بوده، حالا هم خودش، اسمش چیه، کیم جون اون، مال کره شمالی. این یه جایی پوز میده و قمپوز در میکنه، میبینه آمریکا گفته من رفتم کره ما، حالا رفتم کره مریخ، میگه ما میخوایم بریم خورشید. اطرافیان که نشسته بودن میگن آقا خورشید گرمه میسوزی اینها، میگه ما شب میریم که نسوزیم. ترامپ برایش کف میزنن، عجب فکری کرده، شب میره که نسوزه، در صورتی که خورشید دیگه شب و روز نداره، ما چون این ورش هستیم فکر میکنیم یه وقت شب یه وقت روز بمانه، برایش دست میزنن اینها، اینایی که بادمجون دور قاب هستن. و میگه که ترامپ هم اینو که میبینه میگه این عجب خریه یا یه هم چیزی، توی شب که خورشید نیست، این میگه من میخوام برم خورشید، اگه شب میری توی شب که خورشید نیست، میگه اطرافیان ترامپ هم براش دست میزنن، یعنی اطرافیان ترامپ هم دست کمی از اطرافیان این دیوانه روانی جیم اون ندارن. و اما آقای مهدی ذوالفقاری، اگر وقت کنم جمعه با ایشون صحبت میکنم، چون آقای ذوالفقاری فکر میکنه من وقتی میگم آقای ذوالفقاری، این نشریه اسرائیل
تایمز رو برای ما میفرسه یه جورایی به اصطلاح بار منفی برای ایشون داره. گفتم نه عزیزم، من که گفتم ممنونم، اتفاقا آدم باید ببینه که اونا چی میگه، مخصوصا تو اون قسمتی که شما فرستادی و این نتانیاهو گفته بود که پارسیان، اولا چقدرم فارسیشون بده، نوشته بود پارسیانها، پارسیان خودش جمعیه دیگه، نمیگن خودش جمعه، نمیگن پارسیانها، نوشته بود پارسیانها هنوز میخوان ما رو از بین ببرن، در صورت که پارسیان هیچ وقت هدفشون از بین بردن شماها نبوده. شما به دلیل اینکه دروغ گفته بودید به اون پادشاه، آمده بودید زنش شده بودید، خبر از دینتون نداشت، فامیلتون اونجا نخست وزیر بود، خبر از نمیدونم اون نداشت، پای و اساس رابطه بر دروغ بوده. بعد که اون میفهمه، مردم که نمیخواستن شما رو بکشن، اون پادشاه میخواسته اون زنا و نمیدونم داییش نمیدونم کیه، اون وقت شما میاین کاری میکنید تمام مردم ایران این سیزده به در، دوستان به خاطر اینه مردم از شهر فرار میکنن. 70,000 تا توی یه روز کشته شدن. با افتخارم کتابش میاره میده به اوباما، میگه نگاه کن این پارسی ها رو، به اون اینجوری میگه، میگه این پارسی ها رو یه بار ادب کردیم تموم نکردیم کار رو، این بار کار رو تموم میکنیم. اون وقت به بچه ها تو جمع خودشون میگه که نگاه کنید این پارسی ها میخوان بیان بکشن. بله، اون آقای عباس باقری روی فیسبوکش نوشته بود که ما این خرافات رو باید دور بریزیم. گفتم خب مثلا یه خرافاتی مثل چهارشنبه سوری که حالا آقای چمنارا تازه میخواد دلیل مستند برش بیاره، یه داستان سیاوش و گذشتنش از روی آتش، آره به اینجا بود یادم میاد، تا ماجرای شاه ها که با زنهای جوان ازدواج میکنن، خب بعد زن جوانه میشه فرخانم، توی کاخ با دوستاش خوش بوده، شاه برای خودش اونجا با آقای علم خوش بوده، این زن آقای سیاوش که شاه بوده، درست میگم اسم رو، سیاوش بوده یا سیاوش بوده هرچی، این نظر پیدا میکنه با پسر سیاوش، نمیدونم اسمش طهماسب، هر کی بلای اسمو اصلا بیخود علکی دنبالش نره. خلاصه بعد اون آقا میاد میگه نه بابا من به این نظر ندارم، این به من نظر داره، زنه دروغ میگه و اینها. بعد پدرم میگه که مثلا اگه راست میگه از رو آتش برو. من اگه جای پسر بودم میگفتم شما که اینقدر راست میگی از رو آتش برو، اگه از اون ور اومدی بیرون بعدم من میرم. حالا میگن ایشون رفت و از آتش اومد بیرون، به همین دلیل ما هم چهارشنبه سوری از روی آتش میپریم. آقا عزیز من، حالا اون اقلا اون زنه بهش نظر داشته، اون میخواسته ثابت کنه که دروغ نگفته. این من و شما نمیدونم رو آتش بپریم رنگ زرد من از تو فلا یا سیزه بدن، ما اینو نوشتیم گفتیم شمایی که میخواید و دوستانتون که همتون اسمشون کوروش نمیدونم فلان، اون نمیدونم داریوش فلان، همشون هم پشت عکس گربه و سگ و پرچم و ساختمون قایمم، ولی من یکی یکی هر کدوم از اینا رو ببینم ریپورت میکنم به فیسبوک، فکر کنم اونا میبندن. وقتی نگاه میکنم اینا آقا فیسبوکه، اسم آدم نوشته، نه سازمانی نه چیزی، حالا از فردا همشون میرن اسم سازمان مینویسن، اونا رو میبنده میکنه بیرون. شما همین کارو کن. یکی اومده میگه که این سربی نمیدونم چون اجدادش عرب هستن، میگم آخه مردک تو که معلوم نیست مردی زنی الاغی حیوانی جانوری، الان میدونم اون دوستو میگه آقا به انجمن حیوانات چیز نه، شما بیا دی ان ای بده منم دی ان ای میدم، تازه حالا من عرب باشم. من دارم یه حرفی میزنم، البته این آقای عباس باقری لطف کرده نوشته آقا این با شما اینو ورداری بنداز تو بیرون، با تو سری بکنش بیرون، نه که بهش بگی نه آقا آقای سربی هم نظرش اینه. شما بخونید، میگم بابا اگه میخواید با خرافات بجنگی مرزتون کجاست؟ خود آقای عباس باقری یا یه دوست دیگه جواب داده بود که اون خرافاتی که شادی دارن خوبه. گفتم خب پس تولد امام نمیدونم فلانی، تولد فلان، اینا که شادی دارن خوبه. کارمون خراب دوستان، بشینید اول کار برای این نوشتم من مثل آینه دارم تو رو نشون میدم، آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست. ببین این درست میگه یا غلط میگه. میگم آقا ما ملت گداب و فقیر و بدبختی بودیم که از همون زمانهای قدیم باید قاشق و قابلمه میبردیم در خونه های همسایمون. ما ملت بدی بودیم، همسایه از گرسنگی همسایش خبر نداشته، اگه خبر داشت که میرفت بهش شام میداد دیگه، اون گشنه نمیمد دمه چیش. حالا آقا چمنارا دوست داره بچسبونتش به سیاوش و آتش و کوروش و فلان، آقا خسته نباشی،
بریم سراغ آقای امیر هوشنگ، بریم سراغ آقای هوشنگ امیر احمدی. این هوشنگ امیر احمدی بعضیا تا اسمش رو میبینن و اینها یاد اون تیمسار امیر احمدی و اینها میفتن. یه بار ازشون پرسیدم، فکر کنم ایشون گفت اون عموش بوده، در اصل حالا نمیدونم، میتونید از خودشون سوال کنید. صفحه نخست گفته که هوشنگ با مصاحبه کرده، هوشنگ امیر احمدی گفته اگر جنگی رخ دهد بچه های مدافع حرم باید به جنگن، نه سسول های تهران. باید نیست، بگید اونا می جنگن نه سسول های تهران. خب همین تا میگی سسول های تهران، به یه سری از جوانای تهرانی شما توهین کردی. آقای امیر احمدی از نظر شما چه کسانی سسول هستن؟ معیار شما چیه؟ هوشنگ امیر احمدی مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه آمریکا در گفتگو با 8 دی افتخار میکنم که دلواپسم در برجام آمریکا به ما گفت وطمر، ما هم تمرگیدیم، جای فرهادی بودم اسکار را قبول نمیکردم. دوستان ببینید، آقای هوشنگ امیر احمدی من بارها باشون مصاحبه کردم، ساعتها باشون صحبت کردم خارج از تلویزیون. ایشون یادمه که میخواست رئیس جمهور ایرانم بشه و همین آخوندا به اصطلاح با اون فیلترهایی که گذاشتن، اون انجمن چی میگم، چیزهای صلاح دید و نمیدونم خبرگان و اینها، ردش میکنن بره بیرون. ولی ببینید آقای امیر احمدی وقتی میگه اسکار رو نمیگرفتم، اصلا این متوجه نیست آقای اسکار، جایزه اسکار و آقای فرهادی کاری به سیاست آمریکا و به جنگ شما و آخونده و فلان نداره. قاطی نکنید عزیز من. یه آقای یه گوشه از دنیا، یه سال تو ایتالیا، یه سال تو نمیدونم مکزیک، والا برید ببینید چند تا خارجی تو حالا جایزه گرفتن. این ادا و اطفارهایی که من و شما در آوردیم اونا در نیاوردن. خجالت بکشین بابا، جایزه گرفت، آقا تبریک میگم، برو دنبال کارت. از فردا بلیتاش وقتی میاد اسم جایزه اسکار یادتون وقتا میگو بنهور 12 تا جایزه اسکار گرفته. این اسکارها رو که میذاش روی چه پلاکاردهای بزرگی درست میکردن تو ایران، بعد میرفتیم میگو آقا 3 تا جایزه اسکار گرفته، اون یکی 2 تا گرفته، اون یکی حالا که دیگه برای عکس برداریش این، برای موزیک اون، برای فیلم برداریش اون، برای صحنه های جالب اون، برای کامپیوتر اون. یه فیلم یادم میاد 14 تا اسکار گرفته. بذارید کنار آقای هوشنگ امیرم، اون میره میجنگه و اینها، اون بچه های مدافع حرم که رفتن جنگیدن، مجروح شدن، جانباز شدن، میدونی یه سری شهید میشن که میفتن زن و بچهشون دست آقای کروبی، همین کروبی پدر سوخته که الان بعضی ها میگن آقای میر حسین موسوی کروبی باید بیان رئیس جمهور شد. میگن بدبختا، احمقا، این میر حسین موسوی برید سال 67 این نخست وزیر بوده. اون موقع بهش میگن که آقا چه خبره، میگه اینایی رو که ما کشتیم تو زندان میخواستن شورش کنن، خب ما باید دفاع کنیم. آقا زندانی که تو زندانه میارن بیرون اعدامش میکنن. آقا برید گفتای منتظری هم در همین مورد ببینید. بعد شما منتظری رو گذاشتید تو زندان تو خونه حش باشه، ولی این احمق رو حالا دنبالشید که آزاد کنید. خودش و خانمش که من ندیدم، ولی میگن خانمش قبلا مینی ژوپ پوش بوده، این هر روز به رنگی و نمیدونم خودشون عوض میکنه. خب اینم آقای هوشنگ امیر احمدی. حالا اگه بتونیم دیگه انشالله سال آینده، امسال دیگه وقت نداریم، با ایشون هم یک مصاحبه‌ای خواهیم داشت. و اما ادیب برومند جاودانه شد، آقای بیژن مهر، که من بیژن مهر رو هم از سال 2003 و همون ماجرای آشتی که میخواستم بین تیمسار مدنی و آقای رضا عقب افتاده، رضا پولوی بذارن و انجام نشد، توی این هتل دبل تری بود. این هتل هم نمیدونم چرا اینقدر اسپیس عوض میکنه، حتما یه جورای مال ترامپ. در هر صورت از اون موقع با ایشون آشنا شدم و بیژن مهر یه نشریه رو راه انداخته و توی بعضی از تلویزیون ها برنامه میذاره، روی یوتیوب برنامه پخش کنه اینا. نوشته بوده ادیب برومند جاودانه شد. آقای تیمسار امیرحوشنگ آریانپور که معرف حضورتون هستن، ایشون پاسخ دادن بیژن گرامی، بیژن مهر، با عرض سلام و تبریک سال نو خدمت شما و خانواده محترم مهر، من واقعا نمیدانم چه بخشی از آقای ادیب برومند جاودانه شد.
از دید من ضرر و زیانی که ایشان و یاران نزدیکشان به پیکر نحیف و توسری خورده جبهه ملی در 3-4 دهه گذشته زدن، حتی شاه پهلوی و ساواک منحوسش نزده بود. آنچه جاودانه شد شاید استخوان‌های جسد او باشد. تازه استخوانم جاودانه نیست، استخوانم بعد از چندین سال با وجودی که دیر از بین میره ولی از بین میره. با رفتن او که چون کنه، از یا کنه هم میگن، ما شیرازی ها میگیم کنه، کنه درسته یا کنه نمیدونم، گفت آقای استاد ادبیات گمان درسته یا گمان؟ گفت به گمانم، هم گمان درسته هم گمان، گمان 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 همش درسته. با رفتن او که چون کنه به نام رهبر جبهه ملی ایران چسبیده بود، شاید فرصتی برای فرد دلسوز و از خود گذشته‌ای به دست آید که بتواند جبهه ملی از همه جا رانده و مانده شده را از وضع غم‌انگیز فعلی نجات دهد. آمین. هوشنگ آریان‌پور. و باز آقای بیژن مهرم همین اشتباه رو کرده که آقای علی زرابی میکنه، همین اشتباه رو کرده که دیگران کرده، ایمیل ها رو به صورت CC میفرستن، کاربون کپی، نات BCC. BCC میشه بلایند کاربون کپی. تو حالا که گفتم بلایند، یه دوستی داریم شیرازی هم هست، باهاش قدیما مسابقه کردم. وقتی میگم قدیما یعنی چند سال پیش، فکر کنم اسمش هست ارسلان نامی، ولی اسم هنریش هست ارسی نامی. یه فیلمی ساخته، این بنده خودم قرار بود توی کان شرکت کنه و برای جایزه و اینا، تصادف میکنه و حالا قراره باهاش یه مصاحبه کنیم. اینا همه رو میذاریم برای سال آینده. سال آینده با دستی پر میایم سراغ شما. شما هم از حالا ایدیا رو بفرستید بیاد، فراموشتون نشه. و اما از اینکه ترامپ بازیچه دست این آقای پوتین هست هیچ شک نکنید. بفرمایید. خبرنگار تلویزیون مردم رفته و این فیلم رو گرفته که اینها ساعات بیکاری توی کاخ سفید یا توی کرملین چگونه بازی میکنن. میبینید که اینجا تو آمریکا بچه ها تو مدرسه، پسرها مخصوصا، یه شوخی که با هم میکنن، شورت دوستشون رو از زیر شلوار میکشن بالا. فکر کنم بهش میگن ویجی، نمیدونم چی میگن، که فکر کنم همین نزدیک کلمه ویجیه که اونایی که یعنی گوشت، خلاصه نمیدونم. اینجا این آقای پوتین شورت ترامپ رو کشیده و میبینید که اونم مشغول دست و پا زدن است. بعضی چیزها رو که درست میکنن خیلی قشنگ درست میکنن، هم آدم میخنده هم معنی میرسونه. ولی متاسفانه کمپوزیسیون عقب افتاده بدبخت و در به در ما که خودشم خودش رو در به در میکنه، ببینید یه چیزایی میسازه. ببینید من بهتون نشون بدم، اتفاقا اینم اگه اشتباه نکنم آقای آریان پور فرستاده بود، نوشتم دوست عزیز این عکس ساختنیه ولی عکس بدی هم ساختن. آقا فتوشاپ میکنن، آدم یه ساعت باید نگاه کنه، چاپش کنه زیر زربین ببینه این فتوشاپه یا اصلیه. ولی اینا یه چیزی که درست میکنن انقدر بی‌دقت میفرسن که من میگم آخه خودتون از خودتون خجالت نمیکشین؟ ببینم میتونم اینو براتون پیدا کنم. اولا یه عکسی رو من اون روز نشون دادم، یکی از دوستان گفت آقا اگه امکان داره دوباره نشون بده. وقتی این آخوند ماخوندها با این افراد زشت و بد قیافه رفت آمد میکنن، این خانم فرح پهلوی که این همه پول خرج تاجش و خرج لباسش و اینا کرده، با این آقا که دست کمی از لولو نداره. ببینید کی بود؟ مال هیتی بود، مال اتیوپی بود، مال کجا بود؟ بله، اینم از این ماجرا. خب ببینیم که بعد چی شد. من اون عکس رو براتون پیدا کنم. عکس ها رو گاهی به اسم میذاریم، گاهی به فولدرش میذاریم. اینه که قاطی میکنیم دیگه، اب نداره. گفت چون پیر شدی سربی از تلویزیون خارج. نگاه کنید دوستان، این عکس رو اپوزیسیون ساخته فرستاده برای من و شما، به ما هم اصرار که اینو پخش کنه. نگاه کنید این بالای بنر که اینا گرفتن دست، دقت کنید این خط اول با این موازی، خط آخری نگاه کنید دوستان،
است مثلا اینجا اینقدر فاصله داره، شود اینجا اینقدر، نشون میده اینا حتی نتونستن این نوشته رو یکم کج کنن. دو تا چی که کج باشه به نسبت هم دیگه میشن صاف. و اگر آخوندا اینقدر احمق بودن که خوب بود، نوشته ما طلاب حوزه علمیه و حزب الله یا خواهان جلوگیری از ترویج فرهنگ ایرانی و برخورد شدید با آن هستیم، در غیر این صورت حزب الله خود وارد عمل خواهد شد، این سرزمین همکنون در تصرف محمد و آل محمد است و باید فرهنگ اسلامی جایگزین فرهنگ ایرانی شود. اون وقت اینجاش هم انگلیسی نوشته طرف. حالا با همه اینها ما میگیم بر فرض که این درست باشه، مگه اون مطهری نیومد گفت چهارشنبه سوری رو پدران احمق شما را انداختن، شماها چه غلطی کردید باهاش که حالا با این آخوندایی که طلبهایی که اینو نوشتن، که من مطمئنم اونا اینو ننوشتن، اونا انقدر زبلن که تا دیدن هی مردم میرن فراوهر میندازن تو گلوش گردنشون، اینا همه طلا فروشا دیگه الله و محمد و اینا رو ول کردن از اون درست میکنن. بعدم آقای احمدی نژاد و اون یکی کی بود، مشاعی بود، کی بود همراهش، اینا هم آمدن ایران ایران کردن. دوستان عزیز، من برنامه این بود که بین 10 دقیقه تا 15 دقیقه با خانم شعله شمس شهباز از فصلنامه رهاورد مصاحبه کنم، عکسایی هم آماده کرده بودم، بعدش چند دقیقه هم خودم باهاتون باشم. سر ساعت 3:28 ما خداحافظی کنیم، بریم اون 32 دقیقه سوپر استار ایرانی رو بهتون نشون بدیم که این رو دوستمون گفته که اگه بشه به اصطلاح نشون بدید، بلکه شما دوستان هم پا پیش بذارید، الان ایام عیده، کمک کنید، با دوستانتون با فامیلتون توی ایران تماس بگیرید، اول به فامیلتون کمک کنید، اول دوم به دوستاتون کمک کنید، بعد اگه فامیلتون وضعش خوبه، دوستاتون وضعش خوبه، برید به کوچه‌تون، اگه کوچه‌تون هم خوبه برید به خیابونتون، وقتی میگم کوچه نه کف کوچه رو بکنید، برید چیز کنید. در هر صورت از یکایک شما ممنون و متشکرم، به امید دیدارتون جمعه. و اجازه بدید که من همینجا اون برنامه رو عوض کنم و برای شما به جای این اون رو بذارم تا پخش بشه، یا یک دقیقه امان بدید تا من عوضش کنم که دیگه چیزم به اصطلاح بایگانیمون اینها هم به هم نخوره. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، لطف کنید این ویدیوها رو با دیگران هم در میون بذارید. و بهتونم گفتم ما برنامه ها رو روی فیسبوک پخش میکنیم، روی فیسبوک صفحه خودم و صفحه تلویزیون مردم، به خاطر دوستانی که یا میخوان با دستگاه تلفن یا با آیپد و اینها ببینن، بلافاصله تا ویدیومون حاضر، بلافاصله به مجرد اینکه ویدیومون حاضر شد از یوتیوب، یوتیوب رو میذاریم، اینها رو برمیداریم. هی به من نگید پیام من کجا رفت، و اگه پیام گذاشتید پیامتون پیدا نیست، برید اونجایی که نوشته مور کامنت اونو بزنید، دو تا پیامو نشون میده، باقیش میره زیر اونها. روز روزگار بر شما خوش، اگه چیزی بلدید به من هم یاد بدید، حسودی نکنید، چی میگن، نه حسودی نه، خسیس نباشید برای یاد دادن. مرسی، به امید دیدار، بریم با هم سوپر استار ایران رو ببینیم.